امروز این است. من دارم میرم سر قرار و یک عالمه استوری براتون میگیرم. سر قرار با یه دختری دارم میرم. بهتون گفتم که یه دختری میخوام که بام همراه باشه و اینا. پیدا شد. پیدا شد و داریم میریم یه جای خیلی خیلی فان که یه عالمه استوری های فان براتون بگیرم. بعد یکی از فالوورام هم هست و دیگه منتظر استوریا باشین. موهام منتظر استوریا باشین و قراره دیگه چون مطمئنم دیگه با دوست پسر قبلیم، یعنی دوست پسرم نبود، با پسری که آشنا شده بودم، همون پسر هندیه، کامل براتون جریانشو تعریف کنم و آماده بشم لباس بپوشم و بریم بیرون. اوکی. منتظر هستین؟ سکنید آهنگ قشنگ بذارم احترامن. احترامنی آهنگ قشنگ بذارم احترامن. آهنگ قشنگ چیه؟ آهنگ قشنگ؟ آهنگ قشنگ نداریم. آهنگ قشنگ بذار من اینو بذارم. صبر کنید من یه آهنگ قشنگ‌تر بذارم. دست دست
نیاز دارم یه غلطی بکنم برای صدای آهنگ خوبه یا بلنده یا زیاده. حالا در جریان بذاریم. اوکی. صدای آهنگ خوبه یا خوب نیست؟ کمه؟ صداش کمه. بزنیم روحیمون خوب بشه. زهر مار مرز عطر آقای جی جی هستش. عطر آقای جی جی مادر جی جی. ولی موهام خوب پای میسته ها نه؟ اوه من آهنگ میذارم خو رقصم میگیره. کرم دارم دست دست. بعدم میخوام ماجرای کات کردنم با دوست پسرم رو تعریف کنم. یکم برقصم یکم. کرم خیلی دارم. خیلی کرم دارم. خیلی دارم و باید بریزمش. خیلی دارم میشم برم. یار دلازار من گرمی بازار من اگر نریزی چی میشه؟ روز قیامت حساب میشه، تو دلت میمونه، تو این دنیا تو دلت میمونه روز قیامت. اون دنیا هم چی؟ او مای گاد خوب شد رقصیدم. نیاز بود انرژی رو خالی کنم. اتفاقا من ساعت 7 صبح خوابیدم. 7 صبح میفهمین؟ 7 صبح شلوارم پاره بود. برو بابا. کجاش؟ دروغ نگو. چرا دروغ میگی؟ 7 صبح من خوابیدم و 12 نه فکر کنم 1 بیدار شدم. 1 او مای گاد خسته شدم. خب من 1 ساعت به خودم چیز فرصت میدم که آماده بشم. میدونم آماده نمیشم و سر 1 ساعت مشخصی سر 1 جای مشخصی با هم قرار داریم. متاسفانه الان نمیتونم بهتون بگم کجا هست، هم خراب نشه سورپرایز باشه برای شما، ولی جای خیلی قشنگه دیگه. تو استوری ها بهتون نشون میدم. استوری ها رو دنبال کنین
و دیگه میریم خوش میگذرونیم. بچه چشام رنگش تغییر کرده. نه فیلتر نذاشتم. اوکی این از این عطف زدیم، یک کوچولو هم بیشتر میزنیم به خاطر ثواب آخرت. براقش کنم. متشکرم. خب دیگه چی داریم؟ رنگ موهام هم تغییر کرده. آره احتراماً. خب آهنگ بذارم یا نذارم؟ منو در جریان بذارید. ها میگن شلوارم پاره است. به خدا بابا شلوارم پاره نیست، مارکشه به خدا. الانم چون زیر لباس نپوشیدم نمیتونم درش برم بتونشون بدم. اوکی چیکار میخواستیم بکنیم؟ یک کم احتراماً میخوام چیزی کنم. آره آقا قرار بود من زودتر بیدارشم، هم برم دکتر هم بعد برم سر قرار. ساعت 7 صبح خوابیدم، نشد برم دیگه دکتر. 7 صبح چیز خوابیدم و با خستگی تمام بیدار شدم. مجبور بودم دیگه چون قرار دارم. خب یکم کوچولو از اینم میزنیم احتراماً. سعی کن ببینم. خب یکی نوشته زود تعریف کن ببینیم چیه. از اینجا هم سوال برمیدارم. حالا یه چند تا سوال از اینجا نوشته. اون چی بود زدی صورتت؟ راست میگی من یادم میره. هی بهتون بگم این تونر هستش، تونر مارک ماریو بدسکو، رنگ چیزش هم هست. این رنگی هست به خاطر اینکه 3 تا رنگ داره. خیلی خوبه، دیدین نصفش رو من استفاده کردم. این از این. یه هرچند وقتی یه سوالی از اون پایینا بر میدارم. اوکی اوه چقدر کریم میخوای بمالی؟ زیاد میخوام بمالونم، زیاد مالوندن رو دوست دارم. خب بذارید من جریان رو براتون تعریف کنم. حالا باز هم نمیشه علی، باز شد. بذارید من یکم قاطی کنیم. احتراماً یکم قاطی کنیم، کوکتل مکتل درست کنیم. احتراماً سلام، احتراماً. آقا بذارید جریان این پسر هندیه رو من از همون اولش براتون تعریف کنم. جون ای پرایمر نزدم. میخوام یک عالمه بمالونم احتراماً. میخوام دق دل اون روزایی که آرایش نکردم و در بیارم احتراماً. اگر تابستون بود اینجا هم من احتراماً یه کوچولو جهت ثواب اولیه و آخریه چیز میکردم، آرایش میکردم، براق میکردم. حالا چون میخوام لباس پوشیده بپوشم ایشالا تابستون بهار جبران میکنیم. خب اینم به خاطر این که اینم اسپری فیکساتور چیز هستش صورته، به خاطر این که من صورتم خیلی خیلی خشکه اینو میزنم. خب بذارید آقا سرصدا نکنید. خب بذارید ماجرا دوست داریم براتون ماجرای چیزامو تعریف کنم، دوست پسر هندیامو تعریف کنم، پسری که چند وقت پیش باش آشنا شدم. دوست دارین یا ندارین؟ اگه دوست دارین منو در جریان بذاریم که ور زدنام قرقر کردنان رو احتراماً براتون شروع کنم. احتراماً
آخش آدم لذت میبرد. ابروهام چطور شده احتراماً؟ آرایشگاه ندای آسی. ها بگو. فضولا شروع کردم. اوکی. خب بذارید از همون اول اول اولاش براتون تعریف کنم. کلن براتون تعریف میکنم که چطوری با هم آشنا شدیم و چطوری با هم صحبت کردیم، چه غلطایی به من میگفت، چه دروغایی به من میگفت و دیگه چطوری و چرا من دیگه باهاش کلن کات میکنم، یعنی دیگه اصلا باش حرف نمیزنم، جواب نمیدم. خلاصه زهر مار خلاصه هنوز تعریف نکردی. آقا ما رفته بودیم کجا؟ رفته بودیم سبزیم بخریم، ماس بخریم، از اینجور چیزا بخریم. خب بگو. خب بعد من بهتون گفتم که اینجا کانادا، کانادا اینجا دختر پسرا توی فروشگاه‌ها، توی خیابون‌ها، توی نمیدونم متروها با هم آشنا نمیشن. خب بگو. خب اکثرا چطوری با هم آشنا میشن؟ اکثرا با هم چطوری آشنا میشن؟ حالا ما بین ماجرا هم من سوال جواب میدم که اگر سوالی در طول این ماجرا دارین من سوال میگیرم و جواب میدم که کامل روشنتون کنم. همینطوری رفته بودیم ماست بخریم و خیار بخریم و بادمجون بخریم و موز بخریم و اینا که من خریدامو تموم کرده بودم. خب بعد داشتم میرفتم که حساب کنم. خب گفتی خب یا نگفتی؟ بعد دیدم آقا دو تا پسر هی دنبالم میکنن، هر جا میرم دنبالم میکنن، بعد هی به همدیگه اینطوری نگاه میکنن، هی موبایلشون نگاه میکنن، هی به من اینطوری نگاه میکنن، هی به موبایلشون نگاه میکنن، به من اینطوری نگاه. خلاص گفتم وح اه 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 اه. اینا لابد از همینایی هم که تازه اومدن کانادا و با فرهنگ اینجا آشنا نشدن که هیز بازی در نیارن و نیافتن دنبال دخترا. سلام سلام بچه ها تازه دارن میان، گوش میدین یا نمیدین؟ اینطوری رؤیت بهتر شد احترامم. خب بعد دیدم یکی از اون دو تا پسر بودن، یکی از اون پسرا اومد جلو به من گفت آره یو ندا یاسی زهر مار، خب فارسی حرف بزن، این چس چس بازی ها چیه، این گو بازی ها چیه، این ان بازی ها چیه. وای من گفتم دیگه از این کلمات بد استفاده نمی کنم، چی کار کنم؟ خب تو خونمه؟ خوب شد یا بیشتر بزنم؟ بیشتر بزنم؟ یا کمتر بزنم؟ یا بس دیگه متوقفش کنم؟ ببین اسم دختر سیمین هستش. سیمین ببین به خدا اگر آرایشم انعنی بود، اسم دختری که باش قرار دارم که دارم میبینمش سیمین هست. ببین سیمین اگر آرایشم گنگندی بود به خاطر که تو لایو آرایش کردم، دیگه در جریان باش، دیگه تو قلب خودت غیبت نکنی به من بگی این آرایشش چرا اینطوریه ها، دیگه احتراماً تو چیز آرایش کردم. خب ها اسم کرمت چیه؟ اسم کرمم کاور گرل، کاور گرل، من چه میدونم چطوری تلفظش میکنیم به فارسی، ولی اینه. و یکی از نداپسندترین کرم پودراییه که من استفاده میکنم و معرفی میکنم و هی میخرم و هی میخرم ندا، هی میخرم، هی تموم میشه، هی میخرم، هی تموم میشه. اوکی داشتم چی میگفتم؟ بسه دیگه. نه بسه. آره خلاصه و اینا چی کار کنم؟ خلاصه ها پسر اومد به من گفتش که آره یو
Are you Nedo Yossi؟ گفتم yes. خودشو مثلا انگلیسی کرده، حالا چی؟ 5 ماه بیشتر نیومده، پسرم هست دیگه. دخترها از این انانبازی بیشتر در میارن، هنوز نرسیده پاشون، هنوز کانادا نرسیده، هنوز عرق زیر باسنشون خشک نشده برام لحجه میگیرن. روشی سر جا گا نخور. خلاصه گفت وای من یکی از طرفدارانتون هستم، من خیلی شما رو دوست دارم. حالا گوش بده. گفتم ای اینستاگرام چیه احترامم؟ اینستاگرامشو به من نشون داد. اولا فیک بود، دوما منو فالو نکرده بود. هلو منو فالو نکرده بود. تو چطوری دنبالم میکنی، طرفدارم هستی، فالوم نکردی احتراما؟ او مای گاد. این اوکی ندا، آرامش تو حفظ کن، الان میخواد بری سر قرار، نمیخواد جوش بزنی احتراما و از آرایش کردن و زیبایی هات لذت ببر. خلاصه حکایت خیلیایی که منو بیرون میبینن و به من میگن که در افتار تیریمو نمیدونم از همه جزیات زندگیم با خبرن و فالوم ندارن، آخرش من چک میکنم و اینستاگرامتون رو چک میکنم اگر فالوم دارین یا ندارین. خلاصه آقا بعد یه هایی دیدم یه پسر قد بلند سبزه شیطون گوشواره، یه عدد گوشواره نگینی پوشیده اومد. نگو این همون دوستش بود، در واقع همخونهی هستن. اسمشو چی بذاریم؟ اسم پسر رو نمیدونم چی بذاریم. خلاصه پسر هندیه، میگیم پسر هندیه. خلاصه اومد، بذار چیز بزنیم، میخوام یک عالمه کانسیلر بزنم. گفتی اینا رو بابا دارم از اولش میگم. او مای گاد، خودتونو برای کانسیلر زدن، یک عالمه کانسیلر زدن آماده کنید. احتراماً آماده کنید. خب اومد، آره. بعد این پسر ایرانیه، از پس که ببین چی بگم، از پس که بیشعور بود، هی اینستاگرام منو جلوی این پسر هندیه می آورد. حالا من اینجا ایستاده بودم کنارشون، وای نگاه کن این پستشو، زهر مار، وای نگاه کنین اینجا، آره این. به خدا پسرای امروزی من نمیدونم هورموناشون مشکلی پیدا کرده که شبیه دخترا حرف میزنن، نمیدونم شبیه دخترا رفتار میکنن، نمیدونم شبیه دخترها کارای خارزنکی انجام میدن، نمیفهمم. خوبه یا بیشتر بزنم؟ ها بعد دیگه از وای نکنی من کانسلرم الان خراب میشه، نوشته از هورمونای مرغیه. میگه نه دخترها این پسرها چرا اینطوری شدن جون من، براشون بنویسین اینجا، حرف دلتون رو براشون بزنین. یه عالمه پسر من در رفتار چیز دارم، فالوور دارم. خلاصه احتراما داری به شخصیتم نگاه میکن، با سر نداشتنمونم مشخص نمیشه. خلاصه با چی چیزش کن؟ آره پسر خجالت نمیکشه. بعد خلاصه من اصلا از پسر خوشم نیومد، از پسر ایرانیه خوشم نیومد، در نگاه اول از همون پسر هندیه احتراما خوشم اومد، از قیافش. در جریان هستیم که برای بازی کردن و فان داشتن ما فقط به قیافه نگاه میکنیم و به جیب طرف نگاه میکنیم ما دخترها. میگه نه
خلاصه من هی پیشم ایستاده بود، بکنم چسبیده بود با اون پروفایل فیکش و منو فالو نکرده بود، نه به درد بخورم بود، بکنم چسبیده بود. هی بهش میگفتم برید، به خدا بهش میگفتم برو برو، من میخوام حساب کنم و اینا، دیگه معطلت نمی کنم. میگفت نه ما ایستادیم برات، زهر ما نه به درد نخور هستی، نه خاله زنک هستی، ایستادی برام. اگه یه اسخر پولدار و خوشتیپ و اینا بودی نمیستادی برام، زرتی فرار میکردی. اینم از شانس من، عرق کردم از پس که حفظم میدین. خلاص ایستاده بود برام. بعد من گفتم سری میرم حساب میکنم و فرار میکنم، به خدا گفتم فرار میکنم که منو نبینه، میدونم بکنم چسبیده با این پروفایل فیکش منو فالو نکرده بود. خلاصه بعد داشتم میرفتم، یعنی اینجا حساب کردم با کشیر، بعد داشتم میرفتم دیدم اینطوری مثل سرباز ایستاده بود برام، خودشو اون دندونای زردش، فکر کنم سیگار هم میکشید، خودشو اون دندونای زردش، ها اینترنشنال استودنت هم بود. خب احتراما اینترنشنال استودنتی با این دلار بالا احتراما باید پولدار میبودی نه؟ ولی بهت نمیاد پولدار باشی. خلاصه گوش بدین بابا، حتی اسقرای فقیر پیش به من که میرسن اصلا جیباشون خالیه، به خدا من دریا چی میگن، دریا که میرسی، لب دریا که میرسی خشک میشه. من اینطوریم، کسی از دخترها اینطوری هست یا نیست؟ تبه چی شد؟ دارم در مورد این پسرها حرف میزنم، دارم در مورد اسقرای فقیری که بکنم چسبیدن حرف میزنم، این داره در مورد تبم حرف میزنه. تبم مهمتره یا این پسرای خاله زنکی؟ چرا اصلا نمیفهمین؟ او مای گاد. خلاصه چقدر کانسیلر زدم، با این همه کانسیلر چیکار کنم؟ خداوندا. خلاصه خدا وای، آرایشم ریدم روش، خشک شد کانسیلره. ایطوری برام ایستاده بود به عنوان اسخر به درد نخور. گفتم ها هستین هنوز؟ گفت آره منتظرت بودیم. زهر مار که منتظرم بودی؟ خب مرز که منتظرم بودی؟ میگه من بهت گفتم منتظرم باش، به خدا اگه بهش میگفتم منتظرم باش میرفت، به جان خودم. اینطوریه پسرا، کلن اینطوریه، خیلی دوست دارن دنبالت بیفتن و رضایتتو جلب کنن اگر که تو دوستشون نداشته باشی، تا بفهمن تو دامشون افتادی سری فرار میکنن. دخترا گوش بدین، نصف شب نوت برداری کنین. خلاصه استادیم و اینا. بعد به من گفتش من هی نمیبینم این، میترسم من میام افتاده باشم بیرون، دوست ندارم جوونا رو از را به در کنم. خلاصه آره استادیم و اینا، صحبت کردیم و اینا. بعد به من گفتش که اون دوست پسر سابقه چی بود؟ گفتم کدوم دوست پسر سابقه؟ گفت اون آقای جی جی، زهر مار آقای جی جی، مرض آقای جی جی. تو با اون پروفایل فیکت که منو فالو نکردی از کجا میفهمی من با آقای جی جی بودم؟ زهر مارت بگیره. خلاصه بذار من تمرکز کنم این لامصبو چیزش کنم، بلندش کنم. گفتم نه باش نیستم، اون از خیلی وقته. کلن پسرهایی که اعتماد به نفس ندارن یا مثلا زود میخوان سر صحبت رو باز کنن که طرح دوستی بهت بدن، مثلا ازت میپرسن او اصلا میدون اینجور چیزا میپرسن، زهر مار خب میپرسن دیگه. گفتم نیستم باش، از خیلی وقته نیستم. گفتم مرض. گفت گفتم درد. آی میخاره میخاره. خلاصه بعد
کجا پایین رو نگاه کنم؟ نمیدونم پایین کجا نگاه کنم. خب بعد گفت شماره تو به من بده. او مای گاد، آخه تو با چه اعتماد به نفسی؟ یعنی من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم، مثلا نمیفهمم. قدت بلند بود که نبود، خوشتیب بودی که نبودی، خوش لباس بودی که نبودی، قیافه داشتی که نداشتی، عضله داشتی که نداشتی، دندونات زرد عین رنگ نور خورشید. تو اصلا با چه فکری فکر میکنی که مثلا من بخوام شماره تلفن عزیزم رو در اختیار تو بذارم؟ مدام احتمالا نقشه داشتی که من توی خونم رات بدم، تو رخت خوابم دیگه، به خاطر ننم که با من دوست نمیشی احتراماً، به خاطر رخت خواب دوست میشی. یعنی من نمیفهمم این پسرا این اعتماد به نفس از کجا میارن؟ تو وقتی نه ثروتی داری، نه قیافه‌ای داری، نه شخصیتی داری، با چه اعتماد به نفسی به یه دختر خوشگل معروف پیشنهاد دوستی میدی؟ یا این سوال نمیفهمم اصلا، مغزتون کار نمیکنه؟ از این هورمونای مرغ به خدا اینا مغزشون کار نمیکنه، مغزشون کار نمیکنه. بچه از بالاترین ویوی چیز اسکرین بگیری برام بفرستین دایرکت که من بذارم استوری. آره بهش گفتم شماره تلفن ندارم، گفت اه، گفتم مرض، گفت اه، گفتم مرض. ای علی خلاصه خلاصه بعد همش هم با من فارسی حرف میزد، فقط اون اولش فقط یه جمله احتراماً بلد بود. آریو ندا یاسی، زهرمار ندا یاسی، زهرمار دیگه. انگلیسیش هم خیلی داغون بود. اصلا شما دارین به حرفام گوش میدین یا نمیدین؟ من نمیدونم. اصلا صدامو میشنوین؟ هلو؟ کسی صدامو میشنوه؟ کامنت های قشنگ قشنگ بذارید. کامنت های مرتبط بذارین. خلاصه بعد دیگه چی شد؟ ها بعد این پسر هندیه بهش گفتش که چی شد؟ داریم با هم چی میگین؟ بهش گفتش که she says she doesn't have a phone number. Phone number. بعد با هم خندیدن. اینطوری هم میخندیدن. پسرای امروزی اینطوری میخندن. بعد گفت پس با چی زنگ میزنی؟ گیر داده بود به چی شمارم؟ آخه دوست ندارم، نمیخوام باید حرف بزنم. خلاصه گفتم من میخوام برم. گفت کجا میخوای بری؟ بیا با ماشین برسونمتون. خب من فکر کردم حالا ماشینه چی؟ مال پسر هندی است. اینجا رو هم داشته باشین. فکرم ماشین مال پسر هندی است. و بهش گفتم نه مرسی و اینا. بعد میخواستم یه سری چیزا رو چیز کنم. یک کوچولو بیشتر بزن.
برم کاستومر سرویس چیزمو نشون بدم یه اشتباهی شده بود. خب بعد بهش گفتم برین دیگه خدافظ خدافظ من میرم. خلاصه من 3 ساعت با این کاستومر سرویس داشتم حرف میزدم. بعد که اومدم دیدم یکی اومد به من میگه ها تموم کردی؟ خب زهر مار تو هنوز به کون من چسبیدی؟ گفتم وا شما میگه نرفتین. به خدا نگاه کن اینم از شانس گند من. اینم از چی؟ همه با هم شانس گند من. بذار یه سوالی بردارم از اینجا. آقا یه سکرین شات بگیرین چطوری من چیز کنم؟ یه سکرین شات بگیرین. گرفتین یا نگرفتین؟ خب یادم رفت میخواستم چی بگم. چشم هم رفت. نگران نباشین بعد با این براشه کلش رو بر میدارم. نگران صورت نازنینم نباشین. خلاصه بذار ابروهام هم بردارم. نه چیکار کنم الان؟ ها ابروهام رو بذار ابروهام رو چیز کنم. ها بعد اومدم به من گفت، من داشتم نگاه میکردم به رسید و اینا که ببینم اشتباه برطرف شد و اینا، اومد یهایی اینطوری تو غرق رسیده رفته بودم، یهایی اومد به من گفتش که ای شما هنوز نرفتین. من اینطوری شدم خدایا این هنوز مثل بختک افتاده به جونم. گفتم وا مگه شما هنوز نرفتین؟ بعد گفت نه ما منتظر بود. گفتم بابا مگه من بهتون نگفتم منتظرم نباش؟ کی میخوای بری؟ خلاصه گفت نه نگاه کن این دوست پسرم، یعنی پسر هندیه، پسر هندیه میخواد یه با حرف بزنه. گفتم چی میخواد بگه؟ گفت کارت داره؟ گفتم خود چی میخواد بگه؟ گفتم گفت اه؟ گفتم مرز. گفت اه؟ گفتم مرز. ندا میگه قرار نبود بری پیش تتلو. من فکر میکنم اصلا شما اصلا به حرفان گوش نمیدین. دارم به در و دیوار میگم. اگر به حرفام گوش نمیدین که من برم سریعتر آرایش کنم برم. چرا من دارم وقتمو تلف میکنم؟ خلاصه گوش میدین یا نمیدین؟ به من بگو، به من بگین. میگم میگه شماره رو دادی یا ندادی؟ الان بهتون میگم بابا. ولی احساس میکنم اصلا شما گوش نمیدین به خاطر اینکه کامنت های نامرتبط میزنین مینویسین. ها دارین اوکی گوش میدین. حالا در حال گوش دادنم کامنت بذارین، همینطوری فقط چارچشمی نگاه نکنین احترامم. کامنت بذارین که ویو بره بالا. زهر مار اوکی. بعد خلاصه اومد به من گفتش که این دوستم میخواد یه چیزی بهت بگه. گفتم چی میخواد بگه؟ گفت یه چیزی میخواد بهت بگه. گفتم وا چی؟ خب بگو چی. نه از همین الان بگو چی. گفت میخواد خب میخواد طرح دوستی بهت بده. بابا مگه این پسر هندیه نایستاده بود تو شمارمو خواستی؟ به خدا اینا بین خودشون قرار گذاشته بودن. چطوری میشه؟ یعنی اینقدر پسر بی غیرت؟ این پسره، پسر ایرانی ازم شماره خواست، طرح دوستی میخواست به من بده. پسر هندی هم کنارش ایستاده بود. من به پسر ایرانی گفتم نمیخوام بدم، شماره ندارم نمیخوام بدم. خب بعد الان این به من میگه که پسر هندی میخواد شماره ازت بگیره. اینقدر پسر رو بی غیرت شدن؟ یعنی به همدیگه پاس میدن دخترها رو؟
یا چی؟ یا بین خودشون شرط میبندن که ها برو ببین مثلا این دختر شما رو بهت میده یا نه، من شرط میبندم که مثلا بهت میده یا مثلا شرط میبندم که بهت نمیده. از این غلط ها پسرا خیلی میکنن. من در جریانم. مگه نه؟ مگه نه؟ نوشته آره خیلی بیغیرت شدن. آره بابا. خلاصه گفت خب میخواد طرح دوستی بهت بده. گفتم به به، چه اعتماد به سخفی هم داره این پسر هندیه. خب گفتم نه من میخوام برم و اینا. گفت حالا تو سب کن میخواد بیاد با حرف بزنه و اینا. گفتم نه من میخوام برم، من شماره تلفن ندارم. به من گفتش نگاه کن پسر پول داره، نه دنبالم میکنه، دنبالم میکنه دیگه، دنبالم میکنه، میفهمه من از قرار پولدار دوست دارم. اومد به من گفتش که صدا خوبه، صدا میاد، قطع نمیشه، لایوه، تصویر خوبه. اومد به من گفتش که این پسره پولداره، بعد باباش بیزنس داره تو هند و از اینجور چیزا، بیزنس داره تو هند و از اینجور چیزا. گفتم اه؟ بذار من اینو بر میدارم. خوبه؟ تصویر؟ اوکی. پسر پول داره، بیزنس داره و اینا، وضعش خیلی خوبه، من باهاش چیزم، همخونم، میفهمم. آقا این نقطه ضعفم رو میدونست. تا به من گفت این پسر پول داره، خوشتیپم بود دیگه، خوشتیپ بود، ولی نمیدونستم پول وضعش خوبه یا نه. آقا معیارها تکمیل شد، معیارهای نداپسند تکمیل شد. یکی میگه آره، یکی میگه نه. بی تربیت نشته آره همه چی خوبه، زر بزن خفه. خلاصه این که اینطوری به من گفت، به خدا چشام اینطوری شد، یعنی برق تو چشام رفت. گفتم ای راست میگی، یعنی من 360 درجه عوض شدم، وای فکر نمیکرم این قرم خرم. خلاصه بعد نگو دروغ از آب در اومده بود که این پول داره. حالا بهتون میگم از کجا میفهمم، از کجا فهمیدم. خلاصه به من گفتش که این پسر پول داره و اینا، چیز باش دوست بشه و اینا. گفتم باشه. اومد پسر هندیه، اومد با اون اعتماد به سقفش، اومد به من گفتش که شماره تلفن بده. گفتم شماره تلفن ندارم، میخوای توی واتساپ من چی تو رو اد میکنم؟ نه گفت چی واتساپ داری؟ گفتم آره توی واتساپ میتونم اد کنم. واتساپ رو گرفت و اینا. بعد همون طبق معمول دیگه، همون خرافات، کارایی که پسرا انجام میدن، کارایی که پس وو بچه ها من 44 دقیقه اینجا بودم. سب کنی. کارایی که پسرا انجام میدن یا تکستایی که پسرا انجام میدن. ها به من گفت چیز، پسر هندیه به من گفتش که اوکی بذار برسونیمت با ماشین. گفتم نه من خودم میرم. آره جون ننت، اصلا بیا آدرس خونم و بیا شناسنامه پاسپورتم هم در اختیارت بذارم. چقدر پسرها پرودن با خدا. خب گفتم نه میخوام برم. گفت وای با چی میخوای بری؟ گفتم با چیز میگیرم دیگه، اتوبوس میگیرم. گفت نه من بهت اجازه نه. اینا رو باید یادتون باشه ها. گفت نه من بهت اجازه نمیدم که چیز کنی با اتوبوس بری، با ماشین بذار بریم. گفتم نه حالا این سری من با اتوبوس میرم. خب حالا اینا رو باید یادتون باشه.
بعد با اتوبوس رفتم و اینا دیدم به من مسیج داده که ندا خیلی من خوشم اومد از تو، نمیدونم نایس تو میت یو و از این جور چیزا، اگر که مثلا خونه سیف رسیدی به من پیام بده. این جمله جمله کلیشه‌ایه که همه پسرها اولین بار که باهات میت میکنن بهت میدن که اگه خونه رسیدی چی به ما مسیج بده. دیگه آدم خسته کننده میشه این جمله. خلاصه بعد دیگه تکست کردن و مسیج بازی و اینا شروع شد. آی تو چشم یه چیزی رفته. مسیج بازی زدن و اینا شروع شد. توی مسیج هر سری هر هفته به من میگفتش که بیا بریم بیرون. خب بعد گفتم باشه. بعد اینجا رو گوش بدین. عذاب در اومد که من فکر کردم ماشینه مال پسر هندی است دیگه، بگه نه پول داره. عذاب در اومد که ماشینه مال پسر ایرانی است. بعد اول از همه پیشنهادش این بود که بیا بریم چی؟ بیا بریم بذار من اینو ثابتش کنم. بیا بریم آبشار نیاگارا. نیاگارا اینجا هست دیگه، آبشار نیاگارا. منم گفتم ای پس بریم و اینا. بعد گفت منو پسر ایرانیه و تو میریم. گفتم چرا پسر ایرانیه بیاد؟ گفت به خاطر این که من ماشین ندارم، ماشینه مال پسر ایرانی است. گفتم میخوای با فالوورم برم بیرون با تو؟ من کامفتبل نیستم و اینا. گفت باشه پس اتوبوس میگیریم. بیا برو تو کونم با اتوبوس برم با سر قرار. میخوای کرایه ماشینت هم من بدم؟ بدم میاد اصلا خیلی بهم بر میخوره. گفت پس چی کار کن؟ گفتم ببین من این چیز رو راست بهت بگم، من با یه پسر با اتوبوس نمیرم سر قرار. میشنوین یا نمیشنوین؟ با اتوبوس من نمیرم سر قرار. فهمیدین یا نفهمیدین؟ وای به خدا خیلی عصبی میشم. اصلا تو با چه جرأتی به من میگی با اتوبوس بیا بریم سر قرار؟ فاکین شت. گفت پس تو به من بگو چی کار کنم، زهر مار چی کار کنم؟ مگه تو نمیفهمی دوست دختر میخوای بگیری باید ماشین داشته باشی؟ نمیفهمی باید خرج داشته باشی؟ نمیفهمی دوست پسر اکسپنسیف هستش؟ چی کار کنه؟ خواست زهر مار خجلای اون چیزتو بگیر، اون چیزی که تو شلوارته، و دوست دختر نگیر. یا اگه دوست دختر میخوای بگیری دوست دختر ارزون مثل خودت بگیر، دوست دختر اتوبوسی بگیر. آها شنیدین یا نشنیدین؟ وای عصب چقدر عرقم کردم به خدا، عصبی میشم اصلا نمیفهمین. وای بذار ببینم دختر به من مسیج داده یا نه. خنده نداره؟ خب او مای گاد عصبی شدم. خلاصه بذار ما یه کم سایه بزنیم احتراماً. خدایا عدس اینا من نمیدونم چی کار کنم. ها گوش بدین، توی مسیجا هی به من چی؟ به من به خدا بهتون گفتم این پسرا عین دخترا شدن. به جان خودم پسرای امروزی فرقی نمیکنه، هندی باشه، پاکستانی باشه، چینی باشه، مثل یه دختر رفتار میکنم. توی یه تکست بازی که میکردیم هی به من میگفتش که تو مدل بالای ماشین دوست داری؟ گفتم آره که دوست دارم. اونطوری میخواست گول بزنه قبل از اینکه اعلام کنه که ماشین نداره.
بعد هی عکسای ماشین نمیدونم بی ام و برام میفرستاد، دیگه فراری برام میفرستاد، نمیدونم مثل همین این شیخای مجازی مزخرف که میرن ماشین کرایه میکنن، اینم کرایه کرده بود باشون عکس گرفته بود، نمیدونم مال خودشه، نمیدونم الله و اعلم. به خدا احترام، سلام احترام. خلاصه آره عکساشو با این ماشینا برام میفرستاد. منم فکر کردم ماشین داره، منم فکر کردم اینجا ماشین داره که تو عکساتو برای من میفرستی با بی ام و و نمیدونم فراری و اینجور چیزا. بعد به وقتی به من گفت من ماشین ندارم، اصلا صورتم کش اومد. گفتم پس تو به اون ماشینایی که تو هنداری افتخار میکنی و اینجا به اتوبوس افتخار میکنی؟ دارم قبول، داشتم قبول نیست، دارم قبوله. ماشینای تو هندت به درد من نمیخوره که. خلاصه ما هی هر هفته به من میگفت بیا بریم فلان جا. بهش گفتم ببین من با این پسر ایرانیه با تو نمیرم بیرون جایی، یک، دو خودتو بکشی من تو اتوبوس سوار نمیشم که بیام با سر قرار. تو اتوبوس سوار میشم کارای روزمره خودمو انجام بدم ها، ولی تو اتوبوس که برای تو وقت بذارم و بیام با سر قرار نه، حتما باید ماشین باشه چون من اذیت میشم، میخوام لباسای خوب بپوشم، میخوام پاشنه بارم بپوشم، ترخ تو اتوبوس جلوی جمعیت که نمیتونم با چیز باشم. خلاصه یه هفته گذشت و ما اصلا نرفتیم با هم بیرون. نه، یک ماه گذشت به خاطر که ماشین نداشت و من قبول نمی کردم که برم بیرون. دخترها یاد بگیرین ارزش خودتون رو بفهمین و کم، یعنی پایین، نه ارزش خودتون رو پایین نیارین. چقدر من بتونم یاد بدم رایگان نمی فهمین چرا؟ خلاصه یه روزی اومد که دیگه با هم قرار جدی گذاشتیم که مثلا به من گفتش که ها، بعد دعوا هم میکردیم. حالا ببینم 53 چیز. یه روزی اینجا دیگه ببینید یه سری اتفاقایی افتاد. یه روزی اومد، ببینید در طول یک ماه از وقتی که مثلا من شما رو بهش دادم و اینا، اصلا من قبول نمی کردم برم باش بیرون. خلاصه یه روزی قرار جدی گذاشتیم که مثلا چی؟ با هم بریم بیرون. گفت ماشین ندارم و اینا، گفتم عزیزم اوبر بگیر. چی؟ اوبر بگیر و خرج دوست دخترت کن. چی؟ خرج دوست دخترت کن. گفت باشه اوبر میگیریم، بعد میریم رستوران، بعد از اونم میریم دم ساحل. گفتم باشه. قرارمون روز پنجشنبه بود. چی؟ قرارمون یادت نره. نه بذار من اینو بذارم. قرارمون چی؟ قرارمون روز پنجشنبه بود. حالا ما کی هماهنگ کرده بودیم؟ فکر میکنم روز شنبه ما گفتیم اوکی پنجشنبه میریم بیرون. پنجشنبه چی؟ ای زهر مار. دوشیز خانم مریم مرسی دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چشو خوشید و بردار و بیا افتابیشو به خاطرم قرار من یادت نره دیر نکنی منتظرم قرار من یادت نره فهمیدین؟ خلاصه هی به من
من میگفتش باشه. بعد یک شنبه هم به من گفتش که یک شنبه هم به من تکست داد که اوکی پس ما قرارمون شد پنج شنبه. گفتم باشه. یک شنبه شد، دوشنبه به من پیام نداد، غیب زد، غیبش زد. سه شنبه به من پیام نداد، غیبش زد. بعد چهارشنبه هم به من پیام نداد، غیبش زد که مثلا چهارشنبه بگه که اوکی پس من پنج شنبه میبینم دیگه، درسته؟ معمولا این کار میکنین دیگه، درسته؟ درسته یا نیست؟ باید به من بگین اینو. شما این کار میکنین دیگه پسره، وقتی شما به من بگین که من میخوام بگم یه چیزی رو. پسره وقتی با شما قرار میذاره، روز قبلش پسره میاد بهتون تکست میده که مثلا اوکی من فلان روز میبینم، یادت نره قرارمون، یا شما بهش تکست میدین. پسره تکست میده یا دختره باید تکست بده که مثلا من میبینمت، زود باشین یه چیز رو بگین که من بهتون بگم. پسره دیگه قرار میده چیز باید تکست بده که هماهنگ کنه که اوکی پس من دعوتت کردم سر قرار، پس چی میبینم دیگه، یه روز قبلش هماهنگ میکنه دیگه، درسته؟ مادر پسره چقدر شما بدین. اوکی خب مثلا من الان این دختر سیمین رو خودم دعوت کرده بودم دیگه، چقدر کشنگه، چقدر کشنگه. وای بچه ها چیزم داره تموم میشه، داره تموم میشه، الان دوباره میام ادامه ماجرا رو بگم و لباس میپوشم، لباس توی لایو میپوشم. میام الان میام.